یه صیاد تیز و ماهری بود که بیشتر این تیزیش هم به خاطر این بود که شیرسگی داشت که چون پو گرفت سایه خورشید بر آهو گرفت. یه سگی داشت که شروع میکرد به دویدن، چند لحظه بعد روی آهو سایه مینداخت و شکارش میکرد. همه حیوانا از کرگدن بگیر تا گوزن از دندان تیز این سگ شکاری در امان نبودند. این شیرسگ به غیر از اینکه توی شکار کمک صیاد بود، شبا هم پاسپونیشو میکرد و توی سفر و اینور و اونورم که میرفت صیاد، این سگ مونس و همراهش بود. خلاصه اینکه صیاد این سگشو خیلی دوست داشت. از قضا سگ صیاد گم شد. صیاد چندین روز ناراحت بود، اما صبوری پیشه کرد و بیتابی نکرد. توی همون مدت یه روباهی چشم سگو دور دید. اومد و شروع کرد به مسخره کردن صیاد. گفت: شنیدم سگت ولد کرده رفته، میگن مرده، طوری نیست بابا، خودت زنده باشی. صیاد گفت: حالا ما صبر میکنیم، شایدم زنده باشه. روباه گفت: مرده بابا، از من میشنوی یکم شیونزاری کن بلکه خنک بشی. صیاد با اعتماد به نفس گفت: ما امیدمونو از دست نمیدیم، خدا رو چه دیدی، شاید روزگار سگمو به هم برگردونه که تو رو هم زبونتو کوتاه کنه. هنوز حرف صیاد تموم نشده بود که از دور یک گردی بلند شد و از میون گرد و غبار سگ صیاد پیدا شد. روباه اومد فرار کنه، سگ با دو حرکت پهلوشو به دندون گرفت و برد انداخت پیش صیاد. گفت: بدین خورده که دیر آمدم، روبه داند که چو شیر آمدم. گفت: اگه دیر اومدم، شیر اومدم. بعضی از حکایت‌های مخزن الاسرار نظامی گنجوی توی همین فضا هست. این حکایت ها شاید یکم کودکانه و تخیلی به نظر برسه، اما نظامی درباره مفاهیمشون بیتای خیلی خوبی داره. بعد از این حکایت هم گفته: هر که یقینش به ارادت کشد، خاتم کارش به سعادت کشد. کسی که تو مسیر هدف یا برنامه‌ای که تو زندگی داره با ایمان و استواری و یقین پیش میره، حتما موفق میشه. این یقین همون اعتماد به نفسه. در کنار مهارت‌هایی که داری، به خودت یقین داشته باش، اعتماد به نفس داشته باش، حتما به نتیجه میرسی. Skill and confidence are an unconquered army. مهارت و اعتماد به نفس در کنار همدیگه یک ارتش شکست ناپذیرند.